بینندگان عزیز تلویزیون پرتو ممنون از همراهیتون با ما. در این بخش از برنامه تلویزیون پرتو گفتگویی داریم با فاتح شیخ، دبیر کمیته مرکزی حزب حکمتی، در رابطه با توافق اخیر بین گروه 5+1 با ایران. همچنین که مطلع هستین، روز یک شنبه عراقچی معاون محمد جواد ظریف به ژنو رفت و اونجا توافقات رو انجام دادن و قرار دیما به اجرا در بیاد. در این زمینه از فاتح شیخ سوال داریم. فاتح شیخ، ممنون از حضورتون در این برنامه. متشکرم، خسته نباشید. همچنان که همه خبرگزاری ها و خبرگزاری عمده جهان از این توافق صحبت میکنن، ما به کرات راجع به صحبت کردیم، نظر شما در رابطه با این توافق اخیر 5+1 با ایران چی هست؟ این ادامه همون توافق موقت به اصطلاح مرحله اولشه که قرار بود امور کارشناسی انجام بشه و موعد شروع عملی توافق موقت تعیین بشه که به نظر میرسه در مذاکرات پنجشنبه و بعدا جمعه این توافقات انجام گرفته، اونجوری که گفته میشه بعد نتایج مذاکرات به پایتخت ها فرستاده شده و بالاخره روز یکشنبه معلوم شد که همه پایتخت های 5+1 و همچنین جمهوری اسلامی با این مسئله موافقت کردن. این در ادامه همونه، در آخر دی قرار اجرا بشه، یعنی از 20 ژانویه در واقع. این همون ادامه همون بحث قبلیه، علارغم این که با تأخیر این مدت طی شد، چون الان مثلا فرض کنید 1 ماه و 20 روز تقریبا میگذره از خود توافق، با وجود این که با تأخیر انجام شد ولی همون مسیر تا حالا طی شده. این توافق به معنی طی کردن چه روندی است در دنیای واقعی و ما بین این دولت ها؟ ببینید چیزی تغییر نکرده، این توافق اجرای عملی همون توافق 24 نوامبر ژنو هست، توافق مشهور به توافق ژنو، که همچنان که ما در مصاحبه‌های قبلی هم گفتیم جمهوری اسلامی مدت‌ها بود که معلوم بود ناچار بره پای یک نوع سازش با غرب و این پروسه در واقع عملی شدن سازش جمهوری اسلامی با غرب، درست عنوانش سر مسئله اتمیه، ولی اینکه آشکار شد که قبل از این کنفرانس ژنو در ماه نوامبر و چندین ماه قبلش در عمان لاقل 5 دیدار بین نماینده های آمریکا و جمهوری اسلامی صورت گرفته که اخیرا معلوم شد بیل برنز دیپلمات عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا در شرکت داشته، معلومه که سر مسائل مختلف با هم توافقاتی کردن و جمهوری اسلامی سازش هایی کرده که در نتیجه غرب و مشخصا آمریکا اومدن در قالب مسئله اتمی این رو جلو بردن. مسئله اتمی یک دستاویزه، یک اصل مسئله نیست. اون چیزی که مهمه سر مسئله سوریه، سر مسئله بقیه منطقه، سر مسئله اینکه جمهوری اسلامی کنار بیاد با سیاست‌های منطقه غرب و از جمله سر هم مسئله سوریه و کنفرانس ژنو 2ه، به نظرم اینا به هم ربط داره و سرش هم البته رقابت‌های آمریکا و روسیه از یک طرف و همچنین رقابت‌های اروپا و روسیه از طرف دیگه. مثلا فرض کنید مسئله ایران الان اینجوری مطرحه، مسئله سوریه قراره 10 روز دیگه کنفرانس بشه، ولی مسئله اوکراین رو نه جنگی هست در اوکراین، نه بحثی هست در مسئله اتمی، ولی واقعیت اینه که در 1 ماه گذشته اون چیزی که در اوکراین میگذره داره همین ماجرا در اونجا میگذره. مسئله جدال قطبهای، جدال به اصطلاح نیروهای یا قدرت‌های بزرگ امپریالیستی بر سر تقسیم مجدد مناطق نفوذ خودشون در دنیا، چه در اوکراین، چه در خاورمیانه، چه سر مسئله اتمی، این ماجرا داره میگذره. غرب به ایران فشار آورده و ایران تحت فشار بحران‌های اقتصادی و نارضایتی مردم، وحشتی که داره از اون، ناچار شده با غرب کنار بیاد و امیدوار رژیم جمهوری اسلامی که اگه با غرب کنار بیاد میتونه مشکلات خودشو در داخل حل کنه. به این معنی حل کنه یعنی
میتونه مردم رو سرکوب کنه. موج اعدام ها معنیش این بود، اعتدالی که گفته میشه روحانی با خودش آورده، اعتدال در داخل ایران نیست، اعتدال نسبت به غربه، نرمش نسبت به غربه، همین چیز داره در جلو میره و جمله در مذاکرات اخیر ژنو هم به اصطلاح دوباره تایید شده. مسئله متعددی هست، از جمله مثلا خامنه‌ای در آخرین نطقش خطاب جمعی گفت که ما کماکان امریکا شیطان است و علارغم این نسبت برای دفع بلا باید با شیطان هم نشست و مذاکره کرد. بله. گروه های مذاکره کننده، هیئت های طرفین گاهی از گروه های فشار در کشورهای خودشون، چه ایران چه دولت آمریکا، داره از اینا صحبت میکنه. این به چه معنی است؟ این روند اساسا یه سناریوز، یه جنگ زرنگری، چه چیزی از یا نه؟ علی‌رغم همه این فشارها، چه در بخش راست هیئت حاکمه آمریکا و مجلس سنا، چه در جریان جناح کیهان و شریعت مداری و امثال هم، اینا چه هستن؟ چه تأثیر میتونن بذارن بر کل این روند؟ اینها هیچ کدوم جنگ زرگری نیستن، اینها بخشایی هستن از یه جنگ واقعی یا از یه جدال واقعی. اینها گروه فشار هستن پشت به اصطلاح نماینده هاشون که برای مذاکره فرستادن. همون موقعی که خامنه این صحبت رو میکرد، هیئتشون در ژنو بود برای مذاکره. در اینچه اون فشار میاره به دو دلیل، یکی این که میخواد نشون بده که گویا تحت فشار تحریم های اقتصادی و بحران های اقتصادی نیست، گویا ما علی‌رغم این که میدونیم آمریکا چه دشمنی داره و شیطانه، میخوایم شرش رو کم کنیم. این خودش یه اعترافه به اینکه سابق چرا با شیطان بزرگ حاضر نبودید مذاکره بکنید، این خودش یه اعترافه. ولی در این حال این کلمه شیطان و یادآور اینکه خمینی یک روز این اصطلاح رو به کار برده برای راضی نگه داشتن یه جناح از حکومت و برای اینه که این سلاح ضد آمریکایی گری عوام فریبانه رو جمهوری اسلامی نمیتونه از دست، نمیخواد از دست بده، کاملا نمیخواد از دست بده. و از طرف دیگه سناتورهایی که به اصطلاح 60 سناتوری که تا حالا جمع شدن برای به اصطلاح طرحی که در نظر دارن، اونها هم باز گروه فشار هستن، هم بر دولت اوباما و هم در واقع بر دولت ایران. ببینید این کارکرد، این کاری که در سنای آمریکا میشه یه کارکرد دوگانه است. از یه طرف دست هیئت مذاکره کننده آمریکا یعنی اوباما، کری یا وندی شرمن رو قوی میکنه وقتی اونا فشار میارن، از طرف دیگه به جمهوری اسلامی فشار میاره و از طرف دیگه به اصطلاح اوباما رو مشروط میکنه به اینکه سازش نکنه به اصطلاح. ولی واقعیت اینه تو این معادله بین 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامیه که دنبال شرایط آمریکا و 5 به اضافه 1 به شرط آمریکا و غرب کشیده میشه، نه برعکس. اینجوری نیست که خامنه‌ای بتونه اراده خودش رو به آمریکا دیکته کنه، به شیطان دیکته کنه، اینطور نیست، بلکه برعکس شرایط اونها رو قبول کردن و بیشتر هم قبول میکنن. بخشی از مردم امیدوارن به این که اگه این تحریم ها تموم بشه، اگه این توافقات عملی بشه، لابد بخشی از تحریم ها تموم میشه و حتما به تبع آن گشایشی در زندگی اونا وجود میاد. این چقدر حقیقت داره و یا اوتوپیه اصلا؟ ببینید آخه این بخشی از مردم کیه؟ برای بعضی ها اوتوپی نیست. مثلا فرض کنین حاکم دبی هم همین حرف رو زده، گفته خوبه این تحریم ها برداشته بشه، برای اینکه بخشی از بورژوازی چه در ایران چه در منطقه مایلن که مناسبات اقتصادی غرب و ایران نرمال بشه، اینا به نفعشونه، این بخشی از بورژوازیه. ولی اگه منظور مردمی است که زیر فشار معیشتی هستن، به نظر من مردمی که زیر فشار معیشتی هستن و از جمله طبقه کارگری که با مسئله دستمزد به اصطلاح 3 برابر زیر خط فقر درگیرن، فقط و فقط به اندازه‌ای که خودشون میتونن مبارزه کنن و وضعیت خودشون رو بهبود ببخشند، از طریق مبارزه خودشون میتونن امیدوار باشن. و الا این سازش جمهوری اسلامی با غرب، جمهوری اسلامی به خاطر مردم پایین جامعه نمی کنه، برعکس
همچنان که در مورد اعدام ها هیچ تضادی نداشت، جمهوری اسلامی از طرفی میخواست با غرب سازش کنه، از طرفی با موج اعدام ها میخواست نشون بده که استبدادش رو شل نمی کنه در مقابل مردم. در مورد معیشت هم همینطوره، با غرب میسازه برای اینکه احتیاج داره به سرمایه گذاری غرب، احتیاج داره به اینکه شرکت های غربی برن اونجا کار کنن، احتیاج به حمایت بانک های جهانی داره، همه اینها رو بورژوازی و دولت جمهوری اسلامی احتیاج دارن، ولی همه این کارا رو برای این میکنن که معیشت مردم رو در همون سطح پایین، معیشت طبقه کارگر رو در همون سطح پایین نگه دارن. در اصل اگه در بین طبقه کارگر و توده های محروم مردم یه همچین امیدی باشه، این امید به نظر من واهیه، امید واهیه، باید خودشون مبارزه کنن، از جمله تو این فصل برای افزایش دستمزد که مبنای بهبود معیشت کل جامعه، کل به اصطلاح اعماق جامعه اینه که طبقه کارگر قدرت خریدش بره بالا، و قدرت خریدم وقتی میره بالا که بتونن افزایش دستمزد رو به رژیم تحمیل کنن. این هیچ امیدی نیست که به خاطر این توافقات گویا جمهوری اسلامی حالا میاد میگه خب توافق کردیم تحریم ها کمتر میشه، بنابراین حقوق کارگر رو اضافه کنیم، همچین چیز اتفاق نخواهد افتاد. فاتح شه، به عنوان سوال آخر چرا در کمتر از دو دقیقه اگه ممکنه پاسخ بدین لطفا. این ما به کرات گفتیم که این مسئله هسته‌ای در واقع بهانه است، حقیقت نداره، کما اینکه دیدیم آخرین توافقاتشون عقب نشینی های خیلی واضحی از در درصد غنی‌سازی اورانیوم تا همه این مسائلی که این سالها مردم رو سرد موندن و دنبالش بودن. وظیفه مردم در قبال این دولت چه هست که این همه مردم رو به سفره میگیره و سطح معیشت مردم رو تا این حد درجه از حد زیر خط فقر کشونده؟ ببینید، مسئله هسته‌ای به طور واقعی دستاویزیه، یا به هر حال یه عامل فشاری بوده، هم از طرف جمهوری اسلامی به غرب عامل معامله بوده، هم از طرف غرب به جمهوری اسلامی. همین که صالحی وزیر خارجه قبلی گفت ما به خاطر مسئله اقتصاد ناچار شدیم قبول کنیم که غنی سازی 20 درصدی رو ادامه نمیدیم، این اعتراف به این که وضعیت رژیم چطوریه. در نتیجه به نظر من مردم باید خیلی آگاه باشن بر این که این دستاویزها اصل مسئله نیست. اصل مسئله اینه که جمهوری اسلامی 30 ساله محروم از حمایت غرب و از حمایت سرمایه جهانی، از حمایت بانک های بین المللی، شرکت های بزرگ، و بدون این و مخصوصا بعد از این تحریم ها اصلا اقتصادش جلو نمیره، وضعیت روزمره دولت و نیروهای سرکوبگرش جلو نمیره. در نشه این سازش به خاطر اونه، به خاطر بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست. مردم نباید ازش بخرند این اداره ها رو، و باید با تشکل و اتحاد خودشون، مخصوصا طبقه کارگر، با مبارزه متحدانه خودش تلاش کنه بهبود معیشت رو از به رژیم تحمیل کنه. ولی خود این توافقات دلیلی نداره که مردم باش مخالف باشن، مردم نباید بهش توهم داشته باشن، ولی در این حال اگر هم تحریم می برداشته بشه، خب این آرزوی مردم بوده، همیشه خواست مردم بوده که این تحریم ها برداشته بشه، ولی برداشتن تحریم ها اتوماتیک به معنی بهبود معیشت مردم نیست. معیشت مردم فقط وقتی بهبود پیدا میکنه که اون مردم، چه کارمند، چه کارگر، چه توده های محروم، خودشون تلاش کنن خواسته هاشون رو، مطالباتشون رو به رژیم تحمیل کنن، و این امکان پذیره، مخصوصا در این شرایط که اینها از سر بحران خودشون مجبورن با غرب سازش کنن، درنچه باید زیر فشار مبارزه مردم مجبور باشن که به خواستهای مردم هم جواب بدن. بسیار سپاسگزارم فاتح شیخ، ممنون از حضورتون در این برنامه. منم از شما متشکرم. بینندگان عزیز، ممنون از همراهیتون با ما و توجهتون جلب میکنم به دیدن ادامه برنامه های تلویزیونی پرتو.